نیست که سپس به اقدام آمریکا و انگلستان و فرانسه تنگیشه. اگر این ارتباط دوم تأکید خاص گذشته از اینکه دولت سوریه باید تعهداتی که در تراکمش شده تمام کمال انجام بده، هر کلیدهای عجلهایی که پیش بینی شده یک هفته گزارش کامل تمام جزئیات تأسیسات شیمیاییش به اطلاع شورای برساند و همکاری بوده برای اجرای تغییر مفاد موافقتنامه یا تفاهمنامه که احتمالا تا ماه نوامبر و دسامبر پیش بینی شده تمام کمال انجام میده. البته نظراتی هست با توجه به پیچیدگی مسئله احتمال این که زمان بیشتری نیاز خواهد بود برای این تمام کمال این تأسیسات رو از بین ببرن، وقت بیشتر میخواد. ولی اون چیزی که پیش بینی شده تا ماه دسامبر در این باره دو تحت برنامه ارائه شده کردیم که بر اساس چارچوب نظریه برنامه قبلی که به اون روی چارچوب بوده، دوم تحتیزی در پیشبینی شده اون چی که به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است. همچون که داریم بیش از 100,000 تلفات انسانی بوده و در حدود 7-8 میلیون آبادی داخلی و خارجی و در حدود 1400 نفر انسان ها با قصور فرصت و اکیه که آماج استفاده و اعمال سلاح شیمیایی بوده و برای این مصداق عامل جنایت در بشریت و نکته دیگر این است که کسانی که مرتکب استفاده از این سلاح کشتار جمع شدن، البته باز بزنن اگر نوعای مخالف هستن یا دولت سوریه، در آنها باید بگیری بشه و به دیوان شکری بینالمللی ارجاع بشه. ولی اینکه کشور هم لحظاسنامه دیوان ملحق نشده باشه، شورای امنیت این صلاحیت داره که کسانی که مرتکب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی یا جنوساید میشود، البته تجاوز مسئلهش در صلاحیت تعیین تجاوز شورای امنیت فعلا مال تعیین بنابراین میتونه به شورای امنیت ارجاع کنه. روسا همونطور که میبینیم تقریبا مخالفن که اضافه بر آن چیزی که قبلا توافق شده افزوده بشه، مدقل از مسئله رو پیچیده میکنه به اون نتیجه مطلوب نخواهد رسید و بحران رو دو چندان بیشتر تشدید خواهد کرد. ولی ارزش هایی هم هست که کشورهای غربی اون ارزش ها دیدگاه خاصی دارن و دو تا برنامه تهیه شد، ولی برای این که در شرایط موجود به نیاز جامعه بینید و نیاز مطلوب در این است که ناوهایی که امکان داشته باشه از شدت و زیدت بحران کاسته بشه، ولی زاد با در نظر گرفتن فضایی بینید و خاص کشورهای زینب و زیمتخل بخصوص منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و با در نظر گرفتن موازه قدرت‌های